روزها حال دنیا خوب نیست. هوای روابط آدم ها سرد است، زمین اعتماد ها یخ زده است. خیلی ها با کوچکترین حرکتی می لغزند، درد تنهایی پوست آدم ها را کلفت کرده و زخم آشنایی دل آنها را نازک ساخته. اشکا دیگر برای جاری شدن منتظر دلیل و بهانه نمی مانند. پرندگان آوازخوان به دودکش بخاری ها پناه بردند. گرگ های گرسنه در رنده تر شدند و دیگر به هیچ جانداری رحم نمی کنند. دشت هایی که تا دیروز پر از سبزه و شقایق بود زیر برف ها مدفون شدند. آوهایی که طبیعتشان نه دریدن است و نه خوردن لاشه مردگان، از گرسنگی رنج میبرند و در حینی که برف ها را برای خوراک زیر و رو میکنند، هدف شکار شکارچیان فرصت طلب و همیشه در کمین نشسته قرار میگیرند. در چنین وضعیتی میتوانی پشت پنجره بخار گرفته خانه کوچکت بنشینی، به انتهای کوچه باریک و یخ زده دوستی که هیچ پرنده‌ای در آن پر نمی‌زند زل بزنی و به اخبار مایوس کننده رهگذرانی که از سرما یخ زدند گوش کنی. آه بکشی و بغضت را قورت بدهی و مثل همیشه بگویی آه چی می‌خواستیم و چی شد. اما این درمان نیست. این دقیقاً همان هدف و برنامه زمستان صفتان برای زندگی توست. یقین بدان بین کسی که در آن طرف پنجره جسمش از سرما یخ زده با کسی که در این طرف پنجره رویایش از نامیدی یخ زده هیچ فرقی نیست، زیرا هیچ یک از آنها دیگر زندگی نمی کنند. لطفاً برخیز و مانند داوود به خودت بگو ای جان من چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را برای نجات روی او باز حمد خواهم گفت. مزمور 42:5. داوود در شرایط سخت و ناامید کننده امروزش به نجاتی که باور دارد خدا فردا برایش به وجود می آورد می اندیشد و برای آن شکرگزاری می کند. دوست عزیز، تنها چنین طرز نگاه به زندگی است که باعث می شود شعله های امید به فردا در درونت زبانه بکشد و نگذارد پشت پنجره بسته و بخار گرفته حسرت ها یخ بزنی. باور کن این نیز بگذرد. جلیل سپهر.